افزون بر اهمیت ولسوالی خان‌آباد برای ولایت قندوز، این ولسوالی یکی از مناطق استراتژیک برای تخار نیز پنداشته می شود. در این مورد گفتگوی داریم با دکتر ضیا والی ولایت تخار. آقای ضیا، سلام بر شما. می شود در مورد تحولات اخیر در منطقه خان‌آباد از شما بشنویم؟ خان‌آباد چون از نگاه مسائل جغرافیایی و ما نزدیکتر از واسیبشون و ما بیشتر می رسن، منظورم به ولایت تخار، با مو اساس و رابطه که در او طرف بود با مرکز ولایت قندوز، چون رای مواصلاتی بند شده بودن، اینا ناگزیر شدن، عقب نشینی کردن به طرف ولایت تخار و ما بعد از این دوباره ای که نیروهایشان منسجم ساختیم، همکاری کردیم برشان، ساحای از رفته را دوباره بازپسگیری کردیم و پس دوباره نیروهای قندوز را جای به جای کردیم. و شب گذشته نزدیکی اطراف ساعت 8 شب بود که ما بیرق پرچم سیرنگ افغانستان را در مقر ولسوالی و چوک خان‌آباد دوباره به اعتزاز درآوردیم. فعلا وضعیت چگونه است؟ آیا نیروهای امنیتی کشور در حال پیشروی هستند و اینا در حال دفاعی قرار دارند؟ وضعیت گروه های مخالف مسلح دولت چگونه است؟ رابطه به خان‌آباد وضعیت کاملا نرمال است. هر صبح امروز بر ما دوستا اطمینان دادن که اطفال عزیز ما به مکاتب میرن، دکانا دوباره باز است، شعارهای قندوز تخار هم برای راکبین واز هستن، کدام مشکل جدی وجود ندارد. در دیگر نقاط قندوز سایه مسئولیت ما نیست و ای هم از نگاه مسائل اخلاقی ما همکاری کرده بودیم، سایه مسئولیت ما قندوز است. در تخار الحمدلله وضعیت امنیتی کاملا نرمال و هیچ کدام مشکل نیست و در قندوز هم در ساعتی که ما حداقل شب رفته بودیم اونجا عملیات داشتیم، امروز وضعیت کاملا نرمال شده الحمدلله و هیچ نوع مشکل در ساعت امنیتی در باز ساعت عملیات های تعرضی خود آغاز کردن که انشاءالله نتایج ملت و مردم ما زود خواهد از طریق رسانه ها به دست آوردن که البته تو تحرکات در ولایت قندوز است. پس از این که ولسوالی خان‌آباد دست به دست شد به نیروهای امنیتی، به گروه های مخالف مسلح دولت و افراد ملکی، آیا گزارش ها بر شما رسیده تلفات چگونه بود؟ لله الحمد تلفات ملکی خود وجود نداشت، بسیار به احتیاط خاص و با استفاده از راهنمایی مردم محل ما عملیات خود را آغاز کردیم و به انجام رساندیم. تلفات ملکی خود موقتا نبود الحمدلله، ولی از تلفات نیروهای ما یک جوان بسیار سطحی زخمی شد و باقی مانده دشمن در نقاط مختلف اجسادشان مانده بودند. تنها جنگ طالب است و یا اینکه جنگ ولایت تخار و قندوز ابعاد دیگری هم داره؟ جنگ در شمال شرق تنها جنگ طالب نیست، جنگ مافیای قدرت است، جنگ مواد مخدر است، جنگ معدن است. هر جغرافیا بازم خصوصیت و دپای خود داره و جنجالات خود دارن. جنگ طالب تنهایی طالب قطعا نیست، ولی اینمی نابسامانی هایی را که مافیای مواد مخدر به وجود میرن، مافیای معدن به وجود میرن، متاسفانه متوان سیاسیون محلی به خاطر بقای قدرت خود یا داشتن چند تارهی بر وکیل شدن گپای خود تشن و جایی را که بار میهی، تمام نواب ازی در آسیا به دشمن میره و جنجال حکومت افغانستان واسه میسازه و ما میخواییم برسانی گپ به عرض برسانم که اگر تنها گپ طالب باشه و توفیق پروردگار حاجت به نیروهای امنیتی نیست، مردم ممکن است که به دست خالی اینا را از ساعت خود برانند.